تازه چه خبر؟ در برنامه این هفته تازه چه خبر به داستان زندگی سه هنرمند که در کار موسیقی و اجرای آن به بالاترین سطوح نائل آمده و به فینال یوروویژن 2021 راه یافتند می‌پردازیم. توسه، احمد و منیژه علی‌رغم تمامی مشکلات به موسیقی و هنر هم به عنوان بخشی از زندگی خیش پرداختند. بیایید همه با هم به نقش موسیقی در بنا نهادن زندگی یک نفر نگاهی بیاندازیم. منیژه خواننده و موزیسیانی که در یوروویژن 2021 روسیه را نمایندگی می‌کرد، در این حال سفیر حسن نیت کمیساریه عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هم است. منیژه در سال 1994 پس از فرار از درگیری‌هایی که در کشورش تاجیکستان به وقوع پیوست، به روسیه پناهنده شد و هم‌اکنون الهام بخش تمامی پناهندگان دنیا شده است. استفاده منیژه از قدرت موسیقی و صدایش یادآور این نکته است که اگر فرصتی مهیا شود، هر کسی در دنیا با استعدادها، توانایی‌ها و نیروی معنوی بشر می‌تواند سهم خود در جامعه را ادا کند. احمد جوده که یک بالرین هلندی است با اجرایش در نیمه نهایی یوروویژن بینندگان را مسحور کرد. احمد جوده که مفهوم اگر بارها در آتش بسوزیم هم بالاخره از خاکسترهایمان سر برمی‌آوریم را با هنرش اجرا کرد. به عنوان پناهنده بدون وطن در سوریه به دنیا آمد و بزرگ شد. احمد جوده استاد رقص و رقاص در سال 2016 با کمک باله ملی هلند با آمستردام مهاجرت کرد. در سال 2021 شهروند هلند شد. احمد جوده میگوید به خاطر صلح و امید میرقصم. به خاطر دنیایی که همه مان بتوانیم با مهر و محبت گرد هماییم، زندگی را با هم جشن بگیریم و از موهبت زنده بودن مان لذت ببریم. توس این چیزا مشهور به توسه که مورد علاقه طرفدارانش است، در یوروویژن 2021 سوئد را نمایندگی می‌کرد. توسه خواننده و موزیسین در جمهوری دموکراتیک کنگو چشم به جهان گشود. پس از اینکه 3 سال را در یک کمپ پناهندگی در اوگاندا گذران، در 8 سالگی حق پناهندگی سوئد را دریافت کرد. توسه در کنار موسیقی تجربه غلبه بر مشکلات در تطبیق و سازگاری با شرایط جدید را با جوانان در میان گذاشته و به آنها کمک می‌کند تا قوی‌تر شوند. از اینکه بیننده برنامه تازه چه خبر بودید سپاسگزاریم. می‌توانید با اشتراک در کانال مایگرانت تیوی از برنامه‌هایی که در خصوص موضوعات روز و همچنین مهاجرت و روند آن می‌باشد مطلع شوید.